با سلام و درود احترام خود هموطنان هم در جای جای ایران و دنیا خدمت شما عرض کنم که روزا کامنت زیاد میاد که آقا چرا کار نمی کنید، چرا کار نمیشه، چرا اتفاق نمی افته، چرا چرا چرا. ببین دوستان، ما اگه بخوام با چشم رو واقعیت باز کنم، واقعیت مثلا نگاه کنیم، مثلا بسنجیم، میبینیم که کاری که در انجام میشه، فشاری که مردم دارن میارن از طریق اعتراضی به دستشون میاد به حکومت، حکومت مرتب گل به خودی میزنه. میبینید محرزه دیگه. وقتی علیه هم دیگه حرف میزنه، کی جرات تو تلویزیون حرف رو بزنه؟ علیه خامنه، علیه این، علیه اون، کی جرات داشت؟ این جرأتی است که ملت به اینها دادن و جرأتی است که ملت تزریق کردن به مسئولین مملکت و خود ملت. از اون خامنه به انزوا رفته، از اون تضعیفش میکنه خامنه ای رو، فوشایی پیشتر بدیره رو بشه. خامنه کوچیک شده، خیلی خیلی کوچیک شده. اینی که نگید کار نمیشه، چرا کار میشه، اما چرا سریع اقدام نمیشه؟ ببینید، در هر حکومتی که سر کار هست، وقتی که میخواد یک حکومت ساقط بشه بره، در هر رو فرق نمی کنه، یه سری افراد هستن که اینا متعصبن. آدم متعصب خدمت رو عرض کرد، نه عقل داره نه احساس و فکر میکنه چیزی که فکر میکنه درسته. اینا خطرناکن، اینا آدم احمقی هستن، اینا آدم هستن که هیچی نمیفهمن، هر چی میگه حرف خودشونه. نه، و اونا شهادت رو برای خودشون، کشته شدن خودشون، کشته یه دیر برای خودشون سعادت میدونند. همین مجاهدین میبینید، همین مجاهدین میبینید اینا 5 نفر با یک ماشین میرفتن، 1 نفر ترور میکرد، 5-6 رو سیانور میکردند. کدوم عقلی نمیپذیره؟ یه بچه 14 ساله ترور میکردن، یا یه بقالی ترور میکردن، در جا 5-6 سیانور میخوردن. همین هستن جور دیگه هستن. باورتون میشه؟ بله میدونید. اونه که در جنس هم میدونید توی شما توی خیلی های کارا کرد، خیلی خیلی، شاید 2000 نفر خودشون کشته شدن که مثلا 20 نفر رو کشتن. و چه کسایی رو که اصلا نمیدونن هر از به تشخیص میدادن. چند تا بقال بود، چند تا بچه 14-15 ساله بود و و و و و ولی رو اون نادانی که داشتند، رو حماقتی که داشتند. اما الان ما دلما که عدد نیستم تو قصه، اون کسایی در دست در کار هستن و دنبال قضیه هستن، شاهزاده و امثال هم که دارن کار میکنن و میگوهاشون میخواد تمام این مینگذاری که به حساب اصطلاحا مینگذاری که حکومتی کردن رو پیشراستایی کنند. مینگذاری اینها مینگذاری آدمی هست، عقیدتی هست، مذهبی هست، تعصبی هست و خیلی مسادی هست. این مینگذاری اینهاست. خب اینا چیکار میکنه وقتی به اتفاق به حکومت ساقه میشه؟ دستور دارن یا دستور یا مثلا یا تو سال 96 مثلا صدر مفجر کنن، صدر کرد و صدر دلیت رو، ولی هم دیگه دستشون نیست. اگر سال 96 ما عقب نشینی کردیم، ما کاری کردیم به سایت ها نیفته، دو صد میخوان بشکنن. به منم گفتم، گفتم دو صد میشکنیم، 2-3 میلو کشته بودم. گفتم نه آقا تو نیستیم ما، میم نخب. پس ببین دوستان، بعضی وقت کار بعضی کار رو که نمی کنیم و طرف رو نمی زنیم، دلیل نیست که کار انجام نمی دیم. نه، میاییم بررسی می کنم، راه دیگه وارد میشه، از کار دیگه وارد میشه، از جایی وارد میشه و جایی کار میکنم، مرتب اینا آگاهی بهشون میده که شما آقا بیراه تو بیراه هست، شما این چیزا در کش تخیر شماست، اینا حق شما نیست، حق جای دیگه هست. خب این دارش دارستان 1402 هست. رشد آگاهی مردم وحشتناک بالا رفته. قانون 10-10-80 یادتون هست، الان 95-6% این بر هستن دیگه، 10% نیستن. 10 تا مثبت، 10 تا منفی، 80% ول، الان 80% ول اون طرف، از 10 تا اونها اومده این طرف. پس ما باید یه کاری انجام بدیم عاقلانه، با هوشمندانه، با حوصله، که حداقل هزینه تلفات، من هزینه زیادی که تلفات زیاد دیدم. این احمقا همه کار کردن ما رو بترسونن، ولی بیشتر مردم دارن جلو میان. پس عجله نکنید، مطمئن باشید که ما نمیگم بیش از شما، برابر با شما هم، ما هم دل می‌سوزونیم، ما هم حواستون هست و کاری میخوایم بکنیم، کارستون که شما یه شب بار بخوابید صبح بلند شید ببینید که اثری از آثار اینا نیست. البته اصطلاحی هست، اصطلاح بیرون نمیخوره، ولی خب در کل میگم، میگن 1000 دوست کم و 1 دشمن بسیار. خب اگر اینجا آتیش زدن، نمیدونم فلان کار کردن، منفجر کردن، فلان کار کردن، اینا هم میکنند، ما نمیخوام اتفاق بیفته. داعش زمانی که ما سوریه مسلسل همیز که ماشین تو جاده میرفته میزد میگوش بچه ها رو میگوش، این
این چیزی که این چیز ما نیست. اگه کار باور چیزی باشه که هست، یه کار اصول باشه که هست، یه کاری باشه الان ساعت با ساعت باشه، ساعت به ساعت نیروهای حکومتی میرن با شازده بیعت میکنن، خبرش میدن، گزارش داخلی اونجا رو میدن، شما یه نفره و تیم قوی داره قطعا همه میشه هست. پس حوصله کنید، زیاد یه خوی خودی صبر کنید. ما که سالهاش صبر کردیم، ماهاش صبر کردیم، روزاش هم صبر میکنیم. پس در نتیجه مطمئن باشید که شاهزاده و تیمش کاری میکنه کارستون که تصورش برای شما ها واقعا نیست. اینا باید کاری میکنن که وقتی حکومت با سر کار، حکومت جدید با سر کار، بالاتر امنیت داشته باشه، بالاتر امنیت ایجاد بکنه و بالاتر بازده رو در کوتاه مدت داشته باشه. شک داری قصه شما چیه نکنید. خب من یک مطلبی رو گفتم، گفتم ما در حال استعدادیابی هستیم. ببین دوستان، اگر امکانات همه چی باشه اما آدمش نباشه، فرق نمیکنه، هیچ چیز به جا نمیرسه. من محمدی اگه میگم کار استعدادیابی میکنم، دنبال افرادی هستم که اینها بیان برای آینده کشور برنامه بدن، برنامه رو کنترل بشه، بررسی بشه، ارزیابی بشه و بعد بهشون جواب داده بشه. چون کار فنی کردم، کار تولید کردم، کار اقتصادی کردم، بیشتر دنیا رو گشتم. پس آدم ها هستن، فکر ها هستن و سرمایه ها هستن که میتونن بچرخونند، وگرنه بودن ابزار و وسایل چیز کافی نیست. فرضی مثلا فلاسیتی سیستم، فلان دستگاه، فلان چیز باشد و آدمش نباشد، یک کواپیما که 200 میلیون دلار قیمتشه اگر از جا حرکت نکنه یک دلار هم نمیارزه. باید حرکت کنه، باید کسی به حرکت بده، اینا باید کسی باشه آموزیده باشه، کسی باشه جنمی کارش رو توانی کارش رو باشه و بتونه به دیگران یاد بده. پس اگر من میگم باید من جهت بگم آدم به گروه درست بکنم، تیم درست بکنم، مثل خارج کشور مختلف برن و بیان و برای کشور کار انجام بدن، طرح نو بدن، طرح فوق اون طرح بدن، این یعنی که ما میخوام چیکار کنیم؟ استعداد بیاریم کنیم، میخوام کاری بکنیم که با کمترین هزینه بالاترین بهره‌وری رو داشته باشیم و با کمترین هزینه ما آماری بدیم که درست هم همینه ها، آماری بدیم که قابل تصور نباشه، جبران مافاد لااقل بشه. پس من محمدی رو میزنم، خیلی این کارو میکنم، نه فکر کنم محمدی است، نه، هر کی در یه رشته‌ای، در یه چیزی کاری، در یه رنجی، در یک خطی که خودش هست. پس استعدادیابی، داشتن آدم متخصص، آدم وارد، آدم بدن چی میخوان از دنیا برن بگیرن بیارن. مثلا که بزرگترین معضلات دنیا الان این هست که اکثر ساختمان های برج ها ساخته میشه، خواهد ساخته میشه، اینا از نظر سر صدا خیلی زیاد است، اساسش خیلی بالاست. باید کش باید مهندسین ما در کشور ما اگر کاری میخوان بکنن اون ضعف ها نباشه، حداقل برسه وقت این طرح رو، این دانشمندیشون رو به دنیا ارائه بدن و برن اونجا بسازن. شما تو مالزی مثلا 3 تا بلاک ساختن بغل همه، هر بلاک هم 24 طبقه. اگر بلاک آ یک دله به دیوار بزنن، بلاک سی میلرزه، اون طبقه همکف باشه، این طبقه 20 باشه میلرزه. این اشکاله ضعف وقت تو مالزی در عوض آمدن رو کار اداری، روی فضا کار کردن، اون خوبش هم ور میداریم، بعدش هم میذاریم کنار، با بهترش انجام میدیم. قطعا همیشه این کار کرد. خب خدمت شما عرض کنم که دیگه چی میخواستم بهتون بگم. آدم باید که متخصص باشه، توانمند باشه، از همه مهمتر، وجدان کاری داشته باشه. در وجدان کاری همه چی نهفته است، منجور اخلاق، منجور رفتار، منجور انسانیت، من چیزهایی که به انسان آرامش میده. یک 30 سال برای ما اومده راجع به بحث ترکیه، راجع به بحث این بحر بانکی که میدن 40%، 45% شدیدم. من بررسی کردم، سوکسن کردم، یک شاهکار دارن میکنن و مطمئنن پشت این طرح، یه خلاصه نمیت میگم، پشت این طرح یه گروه اقتصادی فوق نابغه نشسته. این کار ساده نیست، در اکثر کشور اتفاق میفته، ولی اینجا چه شاهکاری کرده براتون میگم، تیکایی براتون میگم، برداشت خودم ها. 40% بهره میدن.
ما سه گروه داریم پول تو بانک میذاریم. یک سه گروه پول کم میذارن، مثلا 100,000 لیری، 50,000 لیری، 200,000 لیری میذارن، این چیز کمتر از 30 دست بیشتر بهش نمیدن. یه گروه متوسط هستن، یه گروه بالا هستن. گروه متوسط هم به جور کار میکنه که از زندگیش به چرخه داده برداشت به چرخه. اما اگه 40% 40% 35% 40% میگیره، چه این چه گروه بالاترش، اینها هر چی که بخواد توی کشور بخرن 18% تا 20% مالیات میدن. مالیات میدن. خوب فهمیدن این کسی ترچینده، خوب فهمیده. یا پول توی بانک میمونه، میاد توی بازار. دیگه این قدیما نیست که گروه ببرن کشور خارج، یه جور راحتی نیست. خب پول توی یا بانک میمونه یا میاد توی بازار. اگه توی بانک مونه که دست دولتش فرقی نمیکنه. هر چقدر برنش باشه، هر چقدر پول توی بانک مونده و پول میاد، به هیچ جا نمیرسه. اما اگه اومد تو بازار چه اتفاق میفته؟ اونایی که پول زیاد گذاشتن، اینا با این پولشون خرید میکنند، کارخونه جات ادامه کار خواهند داد، شاید 100% 50% ادامه کار میدن، بیمه بیکاری نمیده، اصلا سر کارشون هستن، مالیات میدن سر کار هستن، بازار رونق داره. اینا همش موثره. 20% چون مالیات دولت میگیره از این پولی که هست خرید میکنه، 20% که سود داره میده. پس میبینیم تو بد و بدتر و بدتر رو بد انتخاب کردن، چه بد خوبی هم هست. و این تیم اقتصادی که این کار کرده، فکر کرده، خوب برنامه‌ریزی کرده، قشنگ کنترل هم میکنه، با شجاعت هم میگه، با شهامت هم میگه. و چون اینا یک سری جاها گاف دادن، میخوان گافشون بپوشن، با این طرح میپوشن، چون پول دست مردم جمع میشه، میاد تو بانک، هزینه بشه و به نفع دولت هست، هزینه شود که خب هیچی اونجا هست و هر چقدر میخواد پول باشه اونجا فرق نمیکنه بشه. و تورم زا نیست و تورم کنترل میکنه به چندین چند علت. اولا وقتی کارخونه بیکار شدن، تعطیل شدن، دولت موظف است بیمه بیکاری بدهد، یعنی فاجعه. پولی میده در قبالش در این پوت اوتپوت نیش نیست. از این ور کارخونجات میخواد باز از اونا رو بده و خیلی بعد بانک ها همشون قصهشون میخواد بگه آقا کار نمیکنه نمیدن. ولی با این کار با یک تیر چندین نشان درستسابی زدند که باز برای مثلا حتما حتما صحبت خواهم کرد. ولی تبدیک میگم به این دولت و اون کسی که این فکر اقتصادی داشته که این راحتی قبول کرد. شما بعد قبول نمیکنه به هیچ وجه این از زیر باره بهره بانکی دیار، ولی الان قبول میکنه چون توجیه شده و با سند و مدرک و دلیل و منطق بهش گفتن آقا این طور هست، این طور هست. بله، اینه کسی که من بهتون میگم که ما مجبوریم، من که میگم، من باز تیم رو میگم، من کنار هستم و کاری نیستم تو بسه. ما آدم متعصب زیاد داریم، آدم که همه چی باخته زیاد داریم، آدم که گول حکومت رو خوردن زیاد داریم، بچهش دست داریم، اموالش رو داریم، دولت زیاد داریم، آدم فروش که از همه جا رو مونده اصلا زیاد داریم. اینا دیگه راهی غیر از درگیر دوست کردن و ضرر زدن دست ندارن، هیچ راهی غیر از این ندارن. پس باید اینها شناسایی بکنیم و کاری کنیم کمترین آسیب رو بزنند، کمترین آسیب ممکن بزنند و چنان محاصره بشن و آشفت بشن که دست نتونن یک چی میگن یک تیله کوچیکه به طرف مردم پرتاب کنن. این کار داره انجام میشه، مطمئن باشید، چون هر چقدر حکومت اتفاقی رو داره میفته و افشاگری میشه، این آمارها هم میاد بیرون، ما میدونیم که کجا ضربت هستیم کجا نیستیم. و این برگ برنده شاهزاده و نیروهاش و توانمندیهاشه. و خوشبختانه خبر من رسیده که آمار بیننده ما بالا 32 میلیون شدن تا الان، تا 25 میلیون بودن رفت بالا 32 میلیون. چند علت دیگه علت این است که اون برای دیگه حرفی گفتن نداره. و منم تا جایی که میتونم با اینکه روز واقعا بین نزدیک 3 تا 4 میلیون تا من در روز پول اینترنت میدم، من روز 6 گیگ حداقل مصرفمه و بیننده ها خوب همی رو میخوان، هم برنامه متنوع میخوان، هم اخبار خوب میخوان، هم مطالب متنوع میخوان، همه چی هست. به خصوص کلیپ هایی من جمع میکنم، سرهم میکنم از افرادی که علیه حکومت، علیه حکومتی یا علیه گذشته حرف میزنن و افشاگری میکنند. یعنی افشاگری هر کدومش یک برگ برند در دست و سلاح خیلی خیلی قوی هست که هر رو گفتن دارید. آقا این خودش داره میگه، این وزیر خودش داره میگه، این مخبر خودش داره میگه و معاون اول رئیس جمهور، این حرف رئیسی قدیم است، این حرف رئیسی جدید است. و تو اینها تضادها، اختلافات، حقایق و خلافش افشا میشه. ایام بکنم از گازم خوش دارید که دیگه باز تردخون